خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته. حالا ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئله جعبه‌های سیاه در حاشیه دومین روز کنفرانس امسال مونیخ مطرح شد و تو هم از وزیر خارجه کانادا در مورد سرنوشت جعبه‌های سیاه پرسیدی. درسته مهدی، این یکی از حاشیه‌های پررنگ دست کم برای ما بود به دلیل اینکه به هر حال موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی ماجراش همچنان ادامه داره. محمد جواد ظریف شب گذشته در مونیخ مورد سوال قرار گرفته بود در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC. در اون مصاحبه آقای ظریف گفته بود که ایران فناوری باز کردن نه خوندن اطلاعات جعبه سیاه رو نداره و نمیخواد هم این جعبه سیاه رو به کس دیگه ای بده که اطلاعاتش رو بخونه. البته آقای ظریف میگفت که بارها درخواست کرده که این تکنولوژی به ایران داده بشه تا ایران بتونه که این جعبه سیاه رو بخونه، اما همتایان آقای ظریف از 5 کشوری که شهروندانشون رو در ماجرای سرنگون شدن هواپیما از دست دادن نظر دیگه ای دارن و اونا در کنار اینکه خواستار یک تحقیقات شفاف و سریع درباره این موضوع هستن، همچنان درباره جعبه سیاه میگن که فرصت ایران به سر اومده و ایران باید جعبه سیاه رو به کشور دیگه منتقل کنه. در این زمینه میتونیم حرفای وزیر خارجه کانادا رو در این زمینه بشنویم. In terms of the why the black boxes need to be read, it's in full consistence with annex 13. بر اساس متمم 13 کنوانسیون هوانوردی تجاری، جعبه سیاه باید بدون تأخیر خوانده شود. بیش از 30 روز از حادثه گذشته و ایران به دنبال دستیابی به توانایی و تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه بوده و حالا مشخص شده که تاکنون در این زمینه موفقیت نداشته. ما از طرف کشور خودمان کانادا و سایر کشورهای دیگر گفته ایم که برای کمک و همراهی در پیشبرد پروسه بازیابی اطلاعات و حصول اطمینان از اینکه این کار با نهایت شفافیت انجام شده آمادگی داریم. همچنین می‌دانیم که دفتر هوانوردی تجاری فرانسه به ایران پیشنهاد داده که با توجه به در اختیار داشتن تجهیزات و تخصص لازم جعبه سیاه به فرانسه ارسال شود. ما این بحث را در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه پیگیری خواهیم کرد. خب صحبت‌های وزیر خارجه کانادا بود درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی. اما یکی دیگه از مسائلی که در کنفرانس مونیخ مطرح شد روابط تهران و ریاض بود. وزرای خارجه دو کشور در این باره چه گفتند؟ درسته، وزرای خارجه ایران و عربستان شنبه بعد از ظهر در نوبت سخنرانی‌های بعد از ظهر بودند. قرار بود ابتدا نشست این گونه باشه که وزرای خارجه چند کشور حوزه خاورمیانه صحبت بکنن، مثل قطر، کویت، حتی ترکیه. بعد از اون قرار بود که وزیر خارجه عربستان صحبت بکنه و بعد محمد جواد ظریف. این برنامه به هم خورد. ابتدا آقای ظریف شروع کرد صحبت کردن و آقای ظریف توی پرسش و پاسخی که حدود 20 دقیقه کشید، صحبت در کنار گفته‌هایی که درباره برجام و آمریکا و سیاست کاخ سفید در قبال ایران داشت، صحبت از روابط تهران ریاض که رسید، گفت که ایران تمایل داره به گفتگو، ایران تمایل داره به گفتگو بر مبنای احترام متقابل، و همچنین گفت که وقتی قاسم سلیمانی کشته شده بود عربستان پیام فرستاد که می‌خواد این گفتگو انجام بشه. اما بعد که ایران پاسخ داد، پاسخ مثبت داد، عربستان دیگه صدایی ازش شنیده نشد. ساعتی بعد وزیر خارجه عربستان در همین مونیخ گفت ما پیام خصوصی و مخفیانه‌ای برای ایران نداشتیم و همه اونچه که هست همون چیزی است که در فضای عمومی مطرح میشه. در این حال وزیر خارجه عربستان از سیاست واشنگتن در قبال تهران استقبال کرد و از اون طرفداری کرد. در نتیجه اون چیزی که ما از روابط تهران ریاض اینجا دیدیم حتی ثانیه یا سانتی متری به هم نزدیک نشده بود و همچنان اون اختلاف نظر دست کم در فضای عمومی وجود داشت. اینکه حالا پشت پرده تلاش هایی که میشه به کجا بخواد بیانجامه صحبت دیگری است، چون هر دو طرف دیدارهایی را هم داشتن، از جمله مثلا با وزیر خارجه عمان.